معلولین قشر آسیب پذیر جامعه، کسانی که به دلیل جنگ و ناامنی در کشور روز به روز به تعدادشان افزوده می شود. شماری از معلولین امروز از عدم رعایت حقوقشان در هرات شکایت نمودند. آنان با برپایی خیمه تحصان در برابر مقام ولایت از دولت می خواهند تا به این قشر جامعه توجه بیشتری داشته باشد. این معلولین می گویند تا زمانی که به خواسته های آنها توجه نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. هدف از خیمه که ما امروز بپا کردیم اینجا، این خیمه تحصانیه و ما دادخواهی که امروز شروع کردیم به واسطه حق کار معلولینه، به واسطه مشارکت سیاسی معلولینه، به واسطه تبعیضی که در بین جامعه معلولیت وجود داره به واسطه اونه و به واسطه پایان زورگویی دولت و زورمندان داخلیه. از این کار امروز آمدیم که زمین با ما قواله داریم، دگه داریم، میگه همه چون زورمندا گرفته، ما به سر زمین ها زورمندا ما نمیبره، ما فامیلا شید امینا ما میگیم همین کار ما به امروز نوبت ما باشه قانونی، وقتی که اینا قانونی نکنن ما همه چه بموریم بشهریم همین کار خواهم میکنیم. مشارکت سیاسی، رفع هر گونه تبعیض و فراهم ساختن زمینه کاری برای معلولین از جمله خواستهای این معلولان است. این اعتراضات همزمان است با جدایی آمدیت حمایت از شهدا و معلولین از ریاست کار و امور اجتماعی هرات. آمریت حمایت از شهدا و معلولین به طور مستقل امروز در هرات آغاز به کار کرد. عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات میگوید که هدف از جدا شدن این دو اداره تسریع روند خدمات رسانی به معلولین و رسیدگی بهتر به آنهاست. امروز به خاطر تطبیق فرمان جلالتمام رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، فرمان 75 در سال 1397 صادر شده و همان مستقل شدن اداره ملی حمایت از معلولین و ورثه شهدا است، گرد هم آمدیم و امروز عملاً ای اداره واحد دومی از او در سطح ولایت هرات کار مستقلانه شروع میکنه جدا از چارچوب ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین قبلی، و هر دوی اداره به نام های مجزا ریاست کار امور اجتماعی و آمریت اداره حمایت از معلولین و ورثه شهدا عرض اندام کرده، و هدف از منقسم شدن و تقسیم این دو اداره به اصطلاح تسریع روند امور خدماتی و بهبود از او، کیفیت از او، بلند بردن کیفیت کاری و خدمت بیشتر به معلولین عزیز و ورثه شهدا بوده. مونس حسنزاده، معاون امور اجتماعی والی هرات، جدایی این دو اداره را از هم به فال لیگ گرفته و این جدایی را در رسیدگی بهتر به معلولین مؤثر می داند. بر حسب پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین به مقام عالی رئیس جمهور، این پیشنهاد شد به خاطر رسیدگی بهتر به خانواده های شهدا و معلولین این اداره مجزا بشه، و مجزا شدن این اداره به عنوان این که ما بتونیم به خانواده ها و بازماندگان از شهدا و معلولین عزیز ما خدمات بهتر ارائه کنیم. در این حال عصمت الله نورزی، آمر آمریت حمایت از شهدا و معلولین، نیز از حمایت و رسیدگی بهتر به حقوق معلولین خصوصا حق کار آنها وعده می‌دهد. حقوق کار که به قانون حقوق امتیازات معلولیت برای معلولین مد نظر گرفته شده، متاسفانه ما می‌پذیریم که در بعضی از ادارات این قانون رعایت نمیشه. هم اکنون در ریاست کار، در اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و در چندین ریاست‌ها و آمریت‌های محترم ولایت هرات، فیصدی که قانون برای معلولین مد نظر گرفته شده برای از اونها مدیال اجرا شده، و انشاءالله به زودی ما اقدام این پروسه را میکنین که ببینین از چی راستای برای معلولین خود میتونین ایجاد شغل کنه انشاءالله. حق کار در ادارات، حق دسترسی به آموزش و پرورش و حق دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی گوشه ای از حقوقی است که مطابق به قانون برای اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. حقوقی که شماری از معلولین از زیر پا شدن آن ابراز شکایت می کنند.